خانواده هایی که در ماهای پسین در نتیجه آبخیزی های دریای کابل زیانمند شدند، از آنچه که بی‌پروایی حکومت در رسیدگی به مشکلاتشان میگن شکایت دارند. از این میان شمار از باشندگان ناحیه ششم شهر کابل میگن که سوائل دریای کابل تحکیم نشده است و ممکن است آبخیزی های دریای کابل در سالهای آینده باز هم زیانهای هنگفته بر جا بگذارد. در این حال شهرداری کابل میگوید که برنامه برای تحکیم سوائل دریای کابل برای انداخته شده است. بشار این موضوع گفتگو میکنیم با آقای حاجی سمندر، رئیس شورای پکتیاکوت، و همچنین آقای عبدالجمیل، رئیس کمیته جوانان پکتیاکوت ناحیه ششم شهر کابل. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. آقای سمندر، بیاین شما صحبت بکنین که ما شاید بودیم آبخیزی هایی که دریای کابل داشت که مردم زیانمند شد. چقدر شما زیان دیدین در ناحیه نهم شهر کابل، جایی که شما زندگی میکنین؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته تا بیا د تاسو د تلویزیون کارکوونکو ته تا بیا د تاسو د تلویزیون د لارې نه ټولو اورېدونکو لیدونکو ته السلام علیکم رحمت الله و برکاته. بعد سلامه د پکتیا کوټ د کابل سیند چې سیلاب راغی، حتی اوبه زښتې زیاتې شوې، کوڅو ته را داخل شوې، د کوڅو نه کورو ته داخل شوې، کورو ته داخل شوې، د خلکو بسترې کالی او مثلا منقلی و غیر منقلی ټول شیان د اوبو سره یکسان شول. موږ قوم دونه وکولی شو توانېدل چې دغه ژوندي خلک هم ماشومان ښه بد همدا د کورونه سره راویستل او اوبه ټولو کورو ته داخل شو. تقریبا اویا اتیا کوره به خسارمن شوي، چا خامه کورونه کېناست چپه شو، د خلکو هلو مال ټول د کورو لاندې شو، او کوم کورونه چې پاخه وو هغه هم متضرر شو، کېناسته. تقریبا یو دېر سانتي څلوېښت سانتي به دا کورونه هم سره ناستي، نو تقریبا یو شپېته اویا کوره غټ متضرر شو. از این وقت کمین سیلاب آمد، کسی آمد از شما پرسید که به کمک نیاز دارین تا حداقل به شما رسیدگی بکنن؟ بله صاحب، ما مردم به خود ما به صفت رئیس شورای منطقه برای مردم اهلی خانهشان آباد کلش آمدن کمک کردن و رئیس نایم آمدن، چیزی بوجا که بود و چیزی دادستان که بود بوجا را وردیم، حالا بوجا را از خاک پر کردیم در کوچه که ماندیم، او چی نکد کفایت نکد، آقا کفایت رو نکد، دو بوتولی پو بوجه با نصر روا وقتلی او رئیس نایه دیم کروادانی من لیوالی او پخپلا که زد حوادث در زد حوادث یو تعداد خلق را کرونه سروی کرد، تقریبا یو پنزوز کرو تا مواد ور کرد او نور کرونه پاش پکتیاگول دو قسمه دار. یو اول ساحه د پکتیا کور چې دوه وکیلي گذر لري، دا یو منطقې ته یو تعداد خلکو ته زه د حوادث کومک وکړو نور پاشو، او دا بلې خوا پکتیا کور چې اول زون اول پکتیا کور ورته وایي دوسره بالکل تروسو کومک نه ده شوی. د ناحیې له طرفه سروې وشوه، موږ لیستونه ورکړل، دا لیستونه تروسه پورې با پرژا د غو سره پراته دي، کومک نه ده شوی. او د وزارت صحت عامې د خوا نه هم کوم حیاتان چې راغله دوا دوای چې کومک یو تعداد خلک ژوبل شوي وو، او کوم کومکونه چې ورسره غذایي مواد دا وکړي، ولې هغه هم لیستونه ولې تر اوسه پورې کومک نده شوی. بله، تشکر به شما برمیګردم. آقای عبدالجمیل، شما میشه بگوین که چرا دائما قسم مواقع که میباشه سیلاب میای مردم زیان میبینن و خانه هایشان ویران میشه یا که مالشان از بین میره، چرا حکومت نمیای به گونه درست رسیدگی نمیکنه تا مشکل حداقل مشکلات همین کسانی که زیانمند شده حل شوه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلامونه احترامات تاسو د تلویزیون ټولو کارکونکو ته او د تلویزیون د لارې ټولو لیدونکو ته. دا مشکل د دولت زه خپله دولتي سړی یم، زه یو مدني ټولنې دغه یم، دې باندې زه هم نه پوهېږم چې ولې دولت نه غواړي د منطقې د خلکو سره په هغه وخت کې د ضرورت په وخت کې راشي او کومک ورسره وکړي. کنه په هماغه وخت کې په عین حال کې په حالت کې موږ ټولو مرجعو ته خبر ورکړی دی، نایه خبره ده. یو این ډی پی ته هم راپور ورکړی او نمایندګان راولېږل، خپله کاسیګانې وکړې، خپل هغه اخلاص کړ، وروسته کومک ونه شو. هغو نه کومک چې په کار وو هغوی د کومک ونه شو کړی، وی نه که یو څه اندازه کورونو ته یو ناچیزه کومک وشو، او هغه هم عادي ناچیزه کومک و، پوره کومک نه دی شوی. کورونه زیات وران شوي، اتیاو نه زیات کورونه وران دي، ډېر خلک بې کوره شوي دي. دا اوس هم موږ نه لیستونه اخیستي دي د هغه کسانو چې بې کوره شوي دي، د هغوی لیستونه موږ ټول ورکړي دي، د هغوی دپاره د یو میاشت یا د دوه میاشتو د کرا په نامه باندې چې دوی ته موږ کرایه ورکوو. غریب خلک دي، د اچاره خلک دي، خو دوی تر اوسه یعنې کسایی که خانهشان ویران شده نتانستن که دوباره پس آبادش کنه؟ نه، نمیتانه. از کجا کنه که آبادش کنه؟
غریب مردم هستن، کار ندارن. همین که سروی هم شده بر شما گفته شده، وعده داده شده که قرار است شاید در آینده یک ماه بعد دو ماه بعد کسی بیاید بر شما کمک بکنه تا همین کسایی که خانه شان ویران شده بتونن کابات بکنن؟ نه، ای تو وعده خود نداده شده. وعده داده بود به خاطر که معاش چی کرایه دو ماره به چی داده شده و خانه شان که ویران شده، اما با آبادی نه. تشکر، به شما برمیگردم. آقای سمندر، میخوایم بپرسیم از شما که همین که دولت به مشکل مردم رسیدگی نمیکنه، در این قسم مواقعی که مردم زیان میبینه، چقدر امیر فاصله رو بین مردم و حکومت زیاد میکنه که مردم دیگه انتظار از حکومت نداشته باشن به خاطر رسیدگی به مشکلاتشان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همین دولت په سخت مشکلاتو که مواجه ده او هغه ملت او د دولت فاصله سره ډیر لري شوی ده. همدغه سکم متضرر کیږو کوم مشکلاتونه چې موږ ته پیدا کیږي په وخت او زمان رسیدګي موږ ته نشي کولای. بیا پکتیا کور په لس کیلومتر د ریاست جمهوری سره پروت ده. موږ ته هیڅ نوه په دادونه وتخیلو قوم چې باغیرته قوم ده په نهه کیلومتر کې د چارې عبدالحق نه تاسو شاید ثانیه سراشي وګورئ، د چارې عبدالحق نه تر پکتیا کوټه پورې نه یو پانتون موږ لرو، نه یو کلینیک، نه یو شفاخانه موږ لرو، هیڅ نوه خدمت موږ ته نه ده شوی. و سره د دې چې دولت سره موږ همیش ملاتړ یو، همیش موږ خدمتګاران یو، د موږ د خوانه دولت خواته نه هیڅ کوم هغه مخالفت نه ده شوی. موږ همیش کومک ورسره کړی ده، لیکن متاسفانه په نهه کیلومتري کې د دولت خوانه د پکتیا کوټ قوم او د وتخیلو قوم سره هیڅ نوه کومک نه ده شوی، باسازي نه ده شوی. موږ بیخي د دې دولت ناراضي. بله، همین که یعنی حکومت نمیتونه توجهی به مردم بکنه تا مشکلاتشان حل شوه و بیشتر فاصله را بیان بین مردم و حکومت ایجاد کرده، چقدر همین نگران هستین که مشکلات که شما در حال حاضر دارین که خانه بعضی کسها ویران شده و اینا توان بازسازی شه حتی ندارن، بازم رسیدگی نشه و مردم دینمی شرایطشان تا آخر بتونن زندگیشان به پیش ببرن؟ بله صاحب، یمن خو ډیر خلک متضرر شوي دي. کورونه سره وران شو، په بل کور کې ژوند زندگی کې کراګان ورکی، دغه کراګان وسم دانه لري. من سره کرایه کی به تبر شو؟ کرایه هیڅ کس نه میته، خود همي مسكينه بیچارهګه پر شو زر په خانه خود همي پروشه کراره میته. وز از وز وزت شنه بیخی خراب بسن. بعضه مقریه د قریه ما یگان سرمایدار است که یگان کومک مومک امره شان میکنه. مردم ما بیخی در بدر خاک بسر از دولت هیڅ توجه بری ما مردم نکده. د میاسه چاره عبدالحق بیگه د سمت شرق نه سره چاره عبدالحق تا په پکتیا کوټ هیڅ نو کومک دولت کته ما مردم نکده. در حالی که تمام مردم که وعده کرده بود را دو وعده خودم تشکر. آقای سمندر، بله تشکر. خیلی کوتاه اگر بگوین که خواستان از حکومت چی است در حال حاضر؟ خیلی کوتاه که وقت تمام است. خواست ما از حکومت است که بر مشکلات مردم رسیدگی بکنه. بله تشکر، سپاس از این که با ما نزد رفتین. خیلی سپاس از شما. بله.